سازمان تروریستی داعش مسئولیت عمله مرگ طلبانه خونین روز 27 مارت سال 2023 در نزد بنای وزارت کارهای خارجی افغانستان در شهر کابل را به دوش گرفت. در این باره شبکه تلویزیونی طلوع نیوز با تکیه به اظهارات نشر شده در یکی از پایگاه های اطلاعاتی مربوط به داعش خبر داد. بنا به اطلاع سخنگوی وزارت خارجه طالبان، بر اثر خود را در نزد بنای وزارت ترکاندن حملگر مرگ طلب دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. حمله روز 27 مارت تقریبا ساعت 1 روز رخ داده است. این علاکه دومین حمله داعش در نزد بنای وزارت خارجه طالبان در کابل در سال جاری است. روز 11 ژانویه سال 2023 یک مرگ طلب دیگر خود را در بین ازدیام کارمندان وزارت خارجه در درآمدگاه این اداره ترکاند. آن حمله 21 کشته به جا گذاشت. بخشی از کشته شدگان دیپلمات ها و بخشی محافظان وزارت از حساب نیروهای طالبان بودند. وقتهای آخر جمجان شاخه افغانستانی داعش با نام داعش خراسان در افغانستان حمله های خود بالای ساختارها و مقام های رژیم طالبان را افزایش دادند. روز 9 مارس سال جاری یک مرگ طلب از سازمان تروریستی داعش خود را در داخل بنای حکومت ولایت بلخ در شمال افغانستان ترکاند. در نتیجه آن حمله والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ محمد داوود مزمل و دو تن دیگر کشته شدند. اداره جاسوسی طالبان روز 27 مارس شهروندان تاجیکستان را در دست داشتن در قتل والی بلخ عیبدار کرد. طالبان از این پیش در چندین حمله دیگر خونین تروریستی که مسئولیت آنها را هم داعش به دوش گرفت شهروندان تاجیکستان را عیبدار کرده بود.